لیلی پورزان، کارشناس ارشد امور زنان از تورنتو با ما همراه شدن. خانم پورزان خیلی خوش اومدید. در این گزارش های جدید جاوید رحمان به موارد مختلف اشاره شده، از جمله خشونت و آزار جنسی به زنان و دختران معترض. این در حالی که امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه اخیری که با CNN داشت تجاوز به زن معترض را ادعای بی‌اساس خوند. این چنین گزارش‌هایی چقدر پرده برمی‌داره از خشونت نیروهای سرکوب بر معترضان، به ویژه معترضان زن؟ بله، من فکر می‌کنم که ما باید متوجه این باشیم که وقتی سران جمهوری اسلامی رو ما مورد مصاحبه قرار میدیم، اونها مثل این هست که ما جانیانی رو بیاریم در واقع ازشون بخوایم که خب جنایت کردی، چه جوری جنایت کردی توضیح بده. خب مسلماً اولین کاری که میکنه در واقع انکار هستش و یا ضد نفی‌گویی. اینه که من فکر میکنم که باید تاکید کرد به روایت‌ها و شهادت‌هایی که در طی این 6 ماه به خصوص و البته در طول این 44 سال و زبان قربانیان و خانواده های بازماندگان ما داریم و میتونیم بیشتر از پیش هم جمع آوری کنیم با وجود کمیته های حقیقت یا اسنادی که بر پایه اون اسناد میشه این جنایت ها رو اثبات کرد، که مطمئن هستم اون گزارش رو که امروز ما شاهدش هستیم بر مبنای بخشی از همین روایت ها و شهادت عادت ها هست که به صورت سیستماتیک و در واقع منظم از خود قربانیان و یا خانواده هاشون تهیه شده. من فکر می‌کنم که بار حقوقی این مسئله بر دوش وکلا و حقوقدانان و کنشگران هستش که در واقع آموزش دیدن که چگونه میشه اثبات کرد چنین جنایاتی رو. خب خانم پورزان، این چنین گزارش‌هایی به نظرتون میتونه کمک کنه تا بالاخره زمینه ایجاد بشه برای پاسخ کردن جمهوری اسلامی در مورد این اقدامات خشونت‌آمیزی که علیه معترضان در این 6 ماه اخیر داشته؟ ببینید، این گزارش هایی که این روزها ما مشاهده میکنیم، به خصوص گزارشی که امروز منتشر شده، گزارش های بیپایه و اساس و بیوزنی نیستش. از نظر بین المللی چنین گزارشی بسیار وزین هست و دستاورد تلاش های بسیاری هست که البته اعتبار اصلیش به مردم ایران داده خواهد شد و باید داد. این گزارش در واقع حول محور جنایت علیه بشریت هست که من فکر می‌کنم بد نیست تعریفش رو به صورت ساده اینجا نگاه کنیم، که میگه اعمال خشونت آمیز توسط دولت و یا از طرف یک دولت که میتونه نیروهای سرکوبش باشه به افراد غیر نظامی. در مورد افراد غیر نظامی که خب این کاملا صادق میشه در مورد مردم ایران و معترضین ایران، که خب مواردش رو شما هم ذکر کردید در سوالتون، و من فکر می‌کنم سیستماتیک بودنش مهم هست، هدفمند بودنش مهم هست و فراگیر بودنش. خب این خصوصیات رو که ما در کنار هم بذاریم و در واقع به صورت گزارش رسمی سازمان ملل بهش نگاه کنیم، من فکر می‌کنم بسیار باید امیدوار باشیم به اینکه کارهای زیادی داره به صورت اصولی انجام میشه. و من فکر می‌کنم زمانی که ببینیم که جمهوری اسلامی به در واقع پاسخگویی مجبور بشه در مجامع بین المللی، خیلی دور نیست. همونجوری که دیدیم که خیلی از حکومت‌های سرکوبگر گذشته هم به همین سرنوشت دچار بودن. اگر چنین نبود که هیچ وقت جنایتکاران حکومت‌های سرکوبگر از بین نمی‌رفتن. من فکر می‌کنم در راه و مسیر درستی قرار داریم.